خب نوبت میرسه به پیام‌های هموطنانمون از داخل کشور. بهزاد از تبریز: سلام بر اشرفیان، من فراخوان خانم رجوی در رابطه با اقدام علیه جابجایی اجباری ساکنان اشرف را از سیمای آزادی دیدم و نگرانیم نسبت به سرنوشت اشرفیان بیشتر شد. این را هم بگویم که بیشتر مردم سیمای آزادی را می‌بینند و همین نگرانی را هم در مورد اشرفیان دارند، اما ما در ایران می‌خواهیم انتخابات را روی سر رژیم خراب کنیم و با اشرف پیوند بزنیم. درود بر اشرف و موسی شهیدان و سایر شهیدان 19 بهمن 60. خدا نگهدار شما. کوروش از کرج نوشته: سلام، من 45 دقیقه از سخنان آقای مسعود رجوی با مجاهدان اشرف را در مورد کارزار آزادی دیدم. من و دوستانم واقعا می‌خواهیم این انتخابات را به فرصتی علیه رژیم تبدیل کنیم و بساطشان را برهم بزنیم. من مشکل سربازی داشتم و گفتم حتی یک دقیقه هم حاضر نیستم برای این دجال‌ها خدمت کنم. به اشرفیان بگویید که مطمئن باشند ما این انتخابات را به کام خامنه‌ای زهر می‌کنیم و مسعود و مریم و اشرفیان را خوشحال می‌کنیم. به خدا به خاطر داشتن اشرفیان شارژ و زنده هستیم و می‌خواهیم بزنیم به این رژیم و آن را داغان کنیم. آفرین و هزاران درود بر اشرف نشان‌ها و اشرفی‌ها و رهبران خردمند ما برادر مسعود و خواهر مریم، به امید پیروزی نزدیک. دوست عزیز مصطفی از شیراز نامه انگیزاننده برامون نوشتن که اون رو خدمتتون میخونم. سلام بر اشرفیان عزیز، برنامه مربوط به سالگرد شهادت جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را دیدم و بسیار متأثر شدم. خبرگزاری رژیم نوشته بود که محمد علی حاج آقایی را به علت کهولت سن آمریکایی ها از اشرف بازگرداندند. زهی بیشرمی به رژیم. آنها رعایت کهولت سن را کردند، اما این رژیم ددمنش هیچ. آن شب برنامه سیمای آزادی را دیدم و یاد تلاش ها و آرزوهای خودم در ایام نوجوانی برای پیوستن به اشرف افتادم و ته قلب گریستم. دوست داشتم به همسر جعفر کاظمی خانم رودابه اکبری تسلیت بگویم و جویای احوالش شدم. گزارش سیمای آزادی از پیوستن حاج محمد و حضور چند ماهه وی در اشرف برایم بسیار انگیزاننده بود. یاد ترانه خواننده اشرفی ماندانا افتادم که آن وقتها از رادیو مجاهد پخش می‌شد. یادم است که آن روزها رادیوی کوچکی داشتم که در دانشگاه و اطراف خوابگاه به هر گوشه‌ای می‌دویدم تا شاید از شر امواج پارازیت خلاص شوم و بتوانم بشنوم. یادم است که چطور نیمه شب پنهانی از منبع آب بزرگ دانشگاه بالا می رفتم، 20 متر ارتفاع می گرفتم تا امواج رادیو مجاهد را بهتر بگیرم و با ترانه هایش زمزمه می کردم برخیزه خلق ستم دیده. به امید پیوستن به اشرف بودم. این ماه شاید هم آخر همین هفته. یادم است که در این ترانه چنین خوانده می شد: من میرم اونجا که خورشید رهایی کشیده پر، من میرم اونجا که سیمرغ رهایی گشوده پر، میگذرم از کوه و کمر تا برسم خونه سحر، دیو زنجیر واسه این شهر به خدا روندنیه، شعر پرواز و رهایی همه جا خوندنیه، کی میگه زنجیر و قفس تو شهر ما موندنیه.